من دارم تمام دنیا رو میگیرم به زودی. با عقلم خیلی جور در اومد کیومرس، شاید باورت نشه بدجور به فکر فرو رفتم. چه خبر بچه‌ها؟ اسمم هست کیودی پای. مدل موهامو بچه‌ها جدید زدم. I mean it's all right. بگه قشنگ شده. دایرکت منتظرم. توی این ویدیو میخوایم پدر مادرهای سمی ایرانی رو ببینیم. پدر مادرها کلان تو اینترنت چیکار میکنن؟ چه سوژه‌هایی ازشون اومده بیرون؟ یا چه بلاهایی به سر بچه‌هاشون آوردن؟ یا بچه‌هاشون چه بلاهایی سر پدر مادرشون میارن؟ فرود چیزی نمیگی؟ یه چیزی بگو فرود. فرود از وقتی که جانسینز رو از دست داد، جانسینز هم بردن دکتر دیگه، گوشه‌گیر شد. ببینی بریم ویدیو رو شروع کنیم. بابام بعد از گوش دادن به آهنگای ماشینه دب 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 یس 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 دبلو 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 یس 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 برام تصور این که یه پدر رب گوش بده خیلی سمه. فکر کنم مثلا بابات اثر منفی پیش رو گوش بده، پس بعد تخته بکنی جلوش را بری اصلا. وقتی به بابام میگم من میخوام مستقل شم و از این خونه برم، بابام همون لحظه مطمئنم همین جمله رو گفته. گفته بابا من میخوام مستقل شم و از این خونه برم، تو که مشکلی نداری. خاک کسه. من تفنگ جدید خریدم. کی دیدی بودین تو خونش توپ کنه ها؟ تازه تیرم داره. گوشت با منه. مشکلی که نداری باش. تنت گایده است. بذار تست کنم. روت. من تازه یه تلویزیون جدید خریدم. امیدوارم چیزی نشه. کشکش! چونت پرست. فرمود نظرت چیه درباره این؟ خوبه؟ شاخهای قوی داشت. رو سیروس هم یه تست بکنیم. کمانه کرد به خودم. بهمن یه دوئل داریم با هم. 3 2 1 هر که زودتر بکنیم یکی. آه مادر قبه مردی که جنده خود. اوه دردم گرفت آجی. بریم بعدی. بچه یکی یه عکسی گذاشته، نوشته بابام داره اولویه درست بکنه. اولویهش ببینی چی اولویه یه لامسته. جوب در خونمون وقت گربه نصف شب پلاستیک زباله رو پاره میکنه. یاد همین فقط میتونم بیافتم. یه بابای سمی ایرانی دیگر رو با هم ببینیم. باباش برداشته زیر تشت همومو ایزوگام کرده. لامسته یه تشت جدید میخردی برات به صرفه تر بود که. سیروس تو لاک باشی، چرا صدای گوسفند و گاو در میاری؟ منطقیه واقعا. اینم رقص یه بابای دیگه. غیر این جمله چیزی به ذهنم نمیرسه. دوباره وقتی به بابام میگم میخوام از یه خوده برم و مستقل شم. وقتی بابام صفر توی کارنامه‌مو میدید و میگفت حمال این چه نمره ایه؟ خب دلیل داره. صفر علاوه صفر برای من میشه بی‌نهایت. علاوه هر چند تا صفر. خب برای من معنی بی‌نهایت. رفقا این ویدیو رو ببینی، باباش برای دخترش یه هدیه خریده. هدیه رو ببینید. به مناسبت تولد دخترش. اون وقت من 21 سالم بود، بابام به گفت کادو دیگه باله بچه هاست، فعلا بزرگ شدی. کیرم به این زندگی، کیرم واقعا به این زندگی. میگم کادو بخواه. کادو میخوای فرود؟ بیا بهت یه کادو بدم. واقعا میخوام بهت یه کادو بدم فرود، شوخی ندارم. واقعا. چشاتو ببند. چشم بسته نمیشه. خب حالا مثلا فرض کن که چشاتو بستی. اوکی. حالا باز کن. لوگو BTS؟ نه لوگو BTS نیست. تو از این به بعد یه کلانتری فرود. کلینتر چیه؟ کلینتر نه کلانتر. تو الان یه کلانتری از این به بعد. زار دشمنه رو باید بری شناسایی کنی. یه پولیس مثل پولیسه کلانتر اینا. تو دیگه از این به بعد یه کلانتری فرود. یه دست به افتخار کلانتر فرود بزنید بچه. زار چرا زارت میزنی به همه؟ گاتا بخواد کس کشی عوضی. دست بزنید آقا، دست بزنید دیگه. کلانتر فرود گناه داره. الان جانی سینزو هم دست داده. یه دست به افتخارش بزن.
کیو ورسین صدا چیه؟ دارم با کیران جق میزنم. بابا میگم دست بزنیم به افتخارش، چرا مسخره بازی در میارین؟ یکی داره جق میزنه، یکی داره زارت میزنه، این که اصلا تخمش هم نیستش. So I asked Merc my dad for a Lambo for my birthday. میگه به بابام گفتم برای تولدم لامبو بخره، ولی اینو برام خرید. It's used. درهاش بالا نمیره، دست بابام. نمیدونم بابام چرا دوستم نداره. کیرم واقعا به این زندگی. درهاش بالا نمیره. درهاش بره بالا چی بشه؟ بره تو زحمت. آروم باش. خدا واقعا پولو به کیا میده؟ من کلانترم، دست بالا. باشه. یه پرواز میخوام دلش رو یه خورده خوش کنم، جانشین زده است داده، ناراحتم براش. یه میمه دیگه، وقتی از بابام میپرسن چه خبر از خانم بچه ها، با همسرم و دو تا سگم زندگی خوب و راحتی دارم، خدا رو شکر میکنم. از نظر اکثر پدرهای ایرانی فرزند موجودی مفخوره، کمتر از حیوان خانگیه، غیر مفید و اضافیه. کلا پدر ایرانی اینجوریه که 10 سال اول ازدواج زور میزنه که بچه بیاره و مابقی شاید تلاش میکنه که از شهرشو خلاص شه. واسه همون اول جلوگیری کن مرد. تصور بابام از من وقتی پشت فرمونم گاوه گاو در رانندگی میکنه. همه پسرا بلا استثنا تو نوجوانی وقتی کنار دست پدرشون میشینن رانندگی میکنن، بیشتر باباها اون پسر رو گاو میبینن. وقتی مامان بابام زنگ میزنن به هم، واکنش دوستا والله العظيم ربيعي به خدا دوست کلمه کلمه الو. همه این کار رو 100% میکنن. یه بار 4-5 نفر دور هم جمع بودیم، یکی از دوستان گوشیش زنگ خورد، داشت با باباش صحبت میکرد، همه آه و اوه میکردن. او یکی میگفتش محمد کن نمره رو کجا گذاشتی؟ اصغر قلی رو چاق کن. این جنده کیه؟ اینو ولش کن، چود خوبی نیست. خیلی خفن بود اون دور. فاکیزی تو اینجا چه غلطی میکنی ولد زونا؟ من از سیروس میترسم. فرمود تو کلانتری مثلا، باید قوی باشی، از سیروس نترس. سیروس من کلان ترم، دست بالا. آره دقیقا. یه میمه دیگه، وقتی به بابام میگم میخوای بیای تو اتاقم در بزن، واقعا آدم میخواد بیاد تو طویله باید در بزنه طویله. چرا هر کدوم از اینا رو میبینم من یاد خودم میفتم. من اون دوران که تازه شروع کرده بودم یوتیوب رو خیلی رو مخم بود، مثلا داداشم یهو میومد در باز میکرد، در اتاقم باز میکرد، بابا میومد در اتاقم یهو باز میکرد، نمیذاشتم ویدیو بسازم. گفتم بابا یه دری چیزی بزنی، خب اصلا شاید من یه کاری داشته باشم اینجا. خدا همینو میگفت، میگفت طویله است دیگه، در زدن نمیخواد. اصلا من کلام داره کاست کسافت گمشه میره گوستانه مادقبه همه ولش کن حالا بذار یه روز خوش باشه دیگه. این همش البته خوشت ولدته. وقتی یه نفر جلو بابام بهم میگه قلیون میکشی، راستش تا حالا از نزدیک هم ندیدم، چه برسی که بکشم. یکی از ماموریت های پدرها اینه که تا ابد مثل مامورای CIA دنبال یه سرنخ میگردن تا ازت فندک پیدا کن و ثابت کنن تو سیگاری هستی. اگه از این مرحله عبور نکنن حس بکنن زندگیشون تباه شده. منطقیه یا نه؟ اگه منطقیه کامنت بذاری منطقیه. این ایرانی کسافت بیشروع حیوان بعد زده. بابا دیگه حداقل باباها تو این کارا نکنید لامصب. یه بار دیگه ببینیم اون زنه اول کسافت بیشروع حیوان. من کلانترم شرطه بایی. ای بابا بسته دیگه فرود. آره دیگه تو کلانتری، چه کلانتر خوبی هم هستی. بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پرنده، رو ابر، بیا بنویسیم روی برق، روی آب، توی دفتر موش، رو دریا. انگار یه چیزی از اون تحت داره میره تو سوراخ یارو. خدایش بچه باباتون رو جمع کنین از اینترنت اگه میبینین شعر و این چیزا میخونن. دیوونه شدم از دست اینا به خدا. تو رو خدا یه بار دیگه ببینیم، یه بار دیگه.
قهبه پدر سگ. خودزنی هم کرد بابا، اعصاب ندارم اصلا. من کلانترم، خیلی خوشحالم، دست بالا. کیرم تو کست ننت فرباد مادر جنده. ولش کن بهمن، بی خیال، اصلا حوصله‌شو ندارم. عروس خوشگل ما چشمان آهودا، هلال ابرودا، هلال ابرودا، گلگل گلاب سرخرمن. واسه باباهاتون نریزین اینستا. لاقل میزدی سیبیلاتو، اون سیبیل حرمت داره. عشان فشار مالی و بدهی یه جوری به مرد فشار آورده که خودش کرده. گوشی‌ها رو کلا از باباهاتون بگیر. اگرم نمیگین این، حداقل با شبکه‌های اجتماعی آشناش نکنید. اینم یه کلیپ اینستا یه دیگه. دارن پیشرفت میکنن. خیلی دوست دارم بدونم ادیت کلیپو از کجا یاد گرفت. ایام کلوتر ولده زد. من تو هم میخوای؟ حالا چی؟ حالا هم کلانتری فر بود؟ نشانم رو به هم برگردون. نه دیگه برش نمیگردونم، نمیخواد کلانتر باشه، همون BTS دوست داشته باشه. I hate PewDiePie. آرشان 100 تومن ریختم به حسابت، دفعه آخره پول میریزم به حسابت، تکلیفی کاره دار خودت مشخص کن. فردا تریلیاردر میشی، مالی خودت، پول نداری مالی خودت، تو زندگیت عقب میبونی به خودت مربوطه، جلو افتادی من افتخار میکنم بابته. تموم شد را من پول ندارم به تو بدم. آقا میتی اگر به چاشه دارد میداره دا نه تا خونه داره، یه پدر یکی یک شنده دست به تا داره پسرشو نصیحت میکنه. تو بیشعوری، تو با خیلی بیشعوری، تو خیلی پستی، تو خیلی عوضی، تو خیلی نفهمی، تو خیلی هر کلمه زیر موردت به کار ببری لایقشی، تو عوضی که یه عصایی از دست باشی، تو سنگی جلو پا منی، تو کو جلو پا منی، سنگ نبا تو کو جلو پا منی. تو منه نمیتونی با کسی مقایسه کنی، من با هیچکی خودم مقایسه میکنم. آقا میتی چایشه تو نلوه کی زنش میریزد میخوره. آرشامی چی چی که خوری اینقدر میکنی، کسافتی عوضی اول فازی که من چوسی چردم. آره چوسی چرد، من چوسی چردم. ما که آقا آرشام از به لطفی شما تو گوشی از شما خوردیم، چوسی چرد هستیم، همه گویی هم داریم میخوری تا ببین بیه روزی ببین چه بلا وای به سرت میاد. خدا به دادت برسه، به حقه ما میزم اون که هر بلایی هست به سرت بیاد، من که از دستت راضی نیستم. بعد یه صحبت جدی هم بکنیم، باید خیلی چونی و قد نشناس باشه طرف، خونه پدر مادرش زندگی میکنه و سر سفره پدرش بزرگ میشه، بعد بخواد مثلا بهش بی احترامی هم بکنه، تا زیقا بیشور هم باشه که بزنی تو گوش پدرشو یا که دلشو بشکنه. هر کس پدرش با هر وضعیت مالی که هست قابل احترامه، داره زحمت میکشه دیگه، کسی حق نداره به خاطر مثلا پول و این چیزا پدرشو سرزنش کنه. آفرین آفرین. وقتی مامانم صدا میزنه و دیگه جوابمو نمیده. من فهمی کردم فقط خودم هم که اینجوریه. نگو یه چیز طبیعی و منطقی هست، از عمد این کار رو بکنم که ما رو فشاری کنم فکر کنم. تو دنیای موازی از لب پاچ آب بخور. رفتارای پدر و مادر چه تغییری بکنم؟ بله پسرم اجازه هست بیام تو؟ بفرما تو. اجازه؟ پسرم اینقدر درس نخون، یکم هم با گوشید بربارو قر کنید برم. باشه. بله. درم بس. درم بر. کاش بچه های مردم یکم از تو یاد میگرفته. همچه الهی قربون بچه خوشگلم برم. پسرم بیا کنترل رو بگیر، هر شبکه دوست داشتی بزن. جدی میگی؟ آره پسرم بیا. مهم
اما من میرم بگم کار نداری تو اینجا. او تو اینجا همش درسته. پسرم ماربورو گرونه، بهمن بکش. هیچ وقت دور کولر پیدا نشه. بابا این که دنیای موازی بود. دنیای موازی سرم نمیشه من. هیچ وقت پسرم دور کولر پیدا نشه. هیچ وقت. انگار همه پدر مادر ایرانی یه دفترچه راهنمایی ثابت دارن. این هم چرا پدر ایرانی انقدر با کولر مشکل دارن؟ ای تخم سگ. آخه سر پدرم وقت آبه. ببین یه بار دیگه ببینیم بچه‌ها. ای تخم سگ خوشگله. این جمله یه مادریه که نگران پسرشه. اصلا انتظار نداشتم یه مادر این حرفو بزنه. مثلا الان نگرانشی؟ بعضی از مادرها خب هستن درصدشون کمه، فوش میکشن. اونایی که خیلی بی‌اعصابن و از دست باباها تو شاکیت و اونا بیشتر. وقتی میشینم تو ماشین بابام و علیرضا افتخاری میذارم. سگه گوشیشو گرفته، فکر کنم داشت بی تی اس میخوند. سگه بی تی اس دوست نداشت. اینجا فوش فقط من میدم، نه نه تو گایدم. داره تلویزیون رو درست میکنه. ای چو نکنیتا یا مگو سمدیت فیلمه؟ دست مالی گفت خویتون رو بکنم. دوای چپس که وقتی بابام میگه تو خوده ای که مرد هست آدم پول به استکار نمیده. میشه اینم از پدر مادرهای سمی ایرانی. همه چیزشو بکنم دیدیم دیگه. به نظرتون چیزی بوده که عقلم افتاده باشه؟ مثلا پدر مادر دیگه چه کارایی انجام میدن؟ اونو شما تو کامنت ها بگید. مرسی که این ویدیو رو تو اینجا تماشا کردی. سابسکرایب فرموش نشه، زنگوله کناریشو هم بزنید، لایک هم بکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا.